سیستم ذرات یا همون پارتیکل سیستم به شما کمک میکنه که توی انیمیشن هاتون جلوه های تصویری خیلی جذابتری رو ارائه بدین. نرم افزار آیکلون سیستم ذرات رو داره، البته خب خیلی بیسیک هست و اگر نیاز دارید که خیلی بهتر و پیچیده تر کار بکنید، پلاگینی هست به اسم پاپکورن افیکس که حالا توی نسخه های کرک شده معمولا قابل استفاده نیست. ورژن 7.6 رو اگر حالا در دسترس داشتید ممکنه که رک شدهش براتون کار بکنه. در غیر این صورت باید با سیستم خود معمولی حالا آیکلون کار بکنه. من به صورت خلاصه یکم در مورد سیستم ذرات بیسیک این نرم افزار براتون توضیح میدم. من یک پروژه جدید رو ایجاد میکنم، از قسمت Create قسمت پارتیکل خودش 4 تا مدل بهتون پیشنهاد میده. مدل اول رین هست که همون باران میشه، شروع میکنه یک حالا پارتیکل خیلی عظیمی رو برای شما ایجاد میکنه برای ایجاد باران در صفحه. پارتیکل بعدی هم حالا من اینا رو پاک کنم، پارتیکل بعدی هم میشه دود، اگر جلوه های دود رو دارید میشه این مورد رو گرفت و تنظیمات خودتون رو روش اعمال بکنید که حالا در انتهای یکی از این پارتیکل ها رو من پارامتراش رو براتون توضیح میدم. تروش فایر هم میشه حالت مشعلی که در حال سوزش هست رو نمایش میده و قسمت آخر هم فاگ هست که میشه همون مه یا دود که حالا کاربرد خودش رو میتونه یه جاهایی ایفا بکنه. برگردیم به همون پارتیکل اسموک توی صفحه. یه سری پارامتر داره. یه زمانی هست دوست دارید که شروع این حالا ایجاد این پارتیکل از فریم صفر نباشه. چجوری میتونید تنظیم بکنید؟ من تایملاین رو فعال میکنم. پارتیکلم رو که انتخاب کردن تو قسمت مودیفای اگر اسکرول کنن تنظیمات پارتیکل رو داره. بعدم اسکرول میکنم یه جا نوشته امیتر سیتینگ، اینجا دکمه آن و آف رو داره. من اگر این پارتیکلم رو انتخاب کرده باشم تو منوی تایملاینم اینجا گزینه امیت هم فعال هست. همینجور که میبینید از فریم صفر این گزینه فعال بوده. میتونیم اینو خاموش بکنیم، روی حالت آف بزنیم یا راست کلیک بزنم و آن آف رو انجام بدم، هر جور که خودتون راحت ترید. من فریم صفرم رو آف میکنم. اینجا حالا فریمی که دوست دارم شروع بشه به عنوان مثال فریم 100 هست، راست کلیک میزنم، اینجا آپشن آن رو برام میاره، از اینجا میتونم آن بکنم. من یک بار دیگه پلی میکنم و میبینید سر فریم 100 شروع شد به ایجاد پارتیکل من. حالا برگردیم به پارامترهای خود پارتیکل ما. ببینید یک دیفیوز داره، میشه مثلا رنگی که اون پارتیکل رو میگیره که حالت اینجا ابری رو گرفته. اوپاسیتی میبینید اینجا یکم محوی به خودش گرفته. اوپاسیتی کار همین رو داره که بر اساس کانال آلفای اون عکسه این کار رو برای شما انجام بده. ولی خب در حالت عادی اگر رو آلفا باشه از خودش نوری رو ساطع نمیکنه، ولی اگر روی ادیشن باشه یکم روشنتر میشه. این لایه ها رو هم دیگه هی تکرار میشن و تصویر رو روشنتر میکنن. این برای ذرات نوری روشن کاربرد داره و توی سابستراکشن یعنی از قسمت بلند مود سابستراکشن این برای دود کاربرد داره. مثلا اگه دوست دارید پارتیکلتون دود رو داشته باشه اینجا این گزینه قابل استفاده هست. خب من برگردم روی همون آلفا. اورینتیشن رو داریم، میگه که جهت حرکت هر پارتیکل به چه سمتی باشه. ما میگیم که هر جا که دوربین هست به همون سمت نگاه کن. اگر ورتیکال باشه میشه تو جهت حالا محور زد هاش همیشه دائما به تصویر نگاه میکنم. جور من میچرخونم انگار همیشه از روبرو هست، ولی اگه پارتیکل ببرم بالا حالت فلت رو به خودش میگیره. یه زمانی هست که من میخوام هوریزونتال باشه، یعنی از بالا. این الان از روبرو من دارم میبینم. یکم کنترل جی رو ببینم که گرید رو ببینید. ببینید یه مربع هم ایجاد بکنم که عمق میدان رو متوجه بشه. من این کنار میذارم که یکم دیدتون نسبت به این پارتیکل بهتر بشه. خب اینجا الان از بالا مثلا این پارتیکل درست نمایش داده میشه.
وقتی از گوشه بهش تماشا میکنیم، دوربین به همون سمت هست، جهتش بد هست، ولی خب این کاربرد خودش رو داره. کجا مثلا قرار یک کفی روی آب اتفاق بیفته، پارتیکل روی جسم ثابت اتفاق بیفته، سطح مسطح باشه، این پارتیکل خیلی کاربرد داره. اگر بخوایم جهت حرکت رو تغییر بدیم، اینجا توی پایین ترین نقطه شما گزینه‌ای دارید به اسم ویند، یعنی جهت حرکت هست. اگر محور زد ها رو صفر بکنم چه اتفاق میفته و محور وای ها رو برسونم مثلا به 700 چه اتفاق میفته؟ ببینید انگار حالت آب رو به خودش گرفته. این مکعب رو من انیمیشنش رو حذف میکنم که مزاحمت ایجاد نکنه. ببینید توی فقط محور وای داره این اتفاق می، بازم میتونم بالا فلتش کنم، یکم حالت یک بودی رو دو بودی رو به خودش بگیره. ایکس ها هم صفر میکنم، فقط میگم تو محور وای ها بر اساس سرعت 700 که جهت باد هست، این پارتیکل دائما ایجاد بشه. یه زمانی هست میخواین تعداد این پارتیکل رو بیشتر بکنیم، از قسمت امیت اینجا کیوتا رو اگر بیارین، این عدد رو هر چقدر بیشتر بکنید تاثیر داره، به علاوه امیت پر ریت میشه بر ثانیه، یعنی مثلا هر 60 ثانیه 1000 تا پارتیکل ایجاد بشه، که این بستگی به مقدار کارت گرافیک شما هست که میخواین پارتیکل پرتر باشه و دست پر نشون بده. توی آیکلون به صورت پیشفرض بر اساس مربع پارتیکل های ایجاد میشن. اینجا حالا من مقدار رو اگر صفر بذارم توی سه جهت، یه نقطه ایجاد میکنه و بر اساس سرعت باد شروع میکنه به تولید پارتیکل. ولی اگر بخوام تو محور ایکس ها مثلا عدد 100 رو بهش بدم، توی محور ایکس ها شروع میکنه همین رو امتداد میده. اگر این عدد رو بکنم 200، بازم بیشتر امتداد میده. اگر بخوام بهش عمق بدم، مثلا تو محور زد ها بگم عدد 20 رو دوباره، مثلا عدد 100 رو در نظر بگیرید، اینجا هم بشه 100، یک مربع 100 در 100 رو شروع میکنه پارتیکل رو ایجاد کردن. من راحتی میشه بر اساس این ذهنیت رو داشته باشین که مربع هست و مرکزیتش هم که اینجا میتونیم با حالا ترانسفرم تول ها ایجاد بکنیم. تو بحث رندومنس ها هم اینجا میتونین یکم تاثیر بذاره. ببین الان من اگر حالا من تو هم یک بود اینو ادامه بدم تو میبره، ببین پارتیکل خیلی مستقیم داره اینجا ایجاد میشه، هیچ نوع چرخشی به سمت چپ و راست رو نداره. اگر این گزینه اسپرید رو دایرکشن رندومنس رو زیاد بکنین، این مقدار بیشتر میشه. میبینین انگار حالت دود نامنظم رو به خودش میگیره. به همین راحتی میتونی نویز رو به حرکتتون اضافه بکنی. گراویتی هم باش آشنایی داریم، میشه جاذبه، اگر صفر باشه که دیگه هیچ جاذبه روش تاثیر نمیذاره، ولی خب اگر همون مقدار عدد 9 که معمولا 9/8 هم هست در واقع به پارتیکلتون بدیم، یکم منفیه. و اگر عدد منفی 9/8 هم که عدد پارتیکل هست، البته اینجا همون عدد اینتجر رو میگیره، 9 رو بهش اضافه میکنید، یه مقدار جاذبه تو اون جهتی که بهش دستور دادید رو انجام میده. البته این به صورت جهت باد رو هم تاثیر داره. اگر بخواید مثلا من این عدد رو میکنم 1700، میبینید دامنه امتداد حالا به گرانش نزدیک شدنش یکم بیشتر شد. با تغییر این پارامترها میتونید پارتیکل خودتون رو بسازی، هر نوع پارتیکلی. و این خلاصه ای از بیسیک پارتیکل توی آیکلون هست. میشه یه سری کارا رو برش انجام داد ولی به صورت ادوانس نیست. خب به جز حالا این پارتیکل هایی که اینجا توی منوها داشتیم، توی قسمت کانتنت هم یه سری پارتیکل ها رو برای ما تعریف کرده. تو قسمت حالا ست، قسمت پارتیکل، اینجا لگسی رو داره که میتونه پارتیکل های مختلفی مثل ذرات نوری، مثل من یکم پاک کنم اینا رو، نمونه ها رو ببینید، میشه نورهای مثلا شفق قطبی رو مثلا داش جورایی، یعنی خیلی زیبا اینجا شبیه سازی کرده. حالا اگه بخوای خیلی سریع مه گرد و غباری داشته باشی اینجا داره،
باران خاص خودش رو داره، برف رو داره، انواع آتیش، خورشید، حالا اگر بخوایم منظومه چیزی باش طراحی بکنید، نوشته رو پشتیبانی میکنه. البته نوشته تکس اونجوری رو پشتیبانی نمیکنه، در واقع باید از یه عکسی از حالا برنامه مثل فتوشاپ ایجاد کنید که اونجوری تغییر رو انجام بدید. الان من اینجا اینو پلی بکنم، ببینید منظورش اینه که میتونید عکس رو توی قسمت پارتیکل سیتینگش بهش بدین بر اساس اون حالا نمایش بده. اگر افکت ها مثل ماتریکس خوشتون میاد اینجا آماده داره. اینجا حالا شبیه ساز برای آب تا حدود، البته نه به اون آبی که کوالیتی خیلی خوب رو داره، مثل حالا بیسیک هست دیگه در واقع. و چند تا پارتیکل دیگه هم هست، به قولن اینا دم دستی هست، پلاگین هایی که حالا یکم میخواد مفهوم رو تو کانسپت آرتتون برسونه، تا حدود هم میتونه ازش استفاده کنه، مثل انفجار و اینجور مسائل رو هم داره تا حدودی. اینا البته پلاگین ها پاپ کون وی افیکس هستن که دسترسی به پارامترش یه جورا غیر ممکن است، نمیشه خیلی کار خاصی روش انجام داد، جز امیتش کار خاصی نمیتونی انجام بدی. مثلا این انفجار اگر بخواید توی فریم دیگه ایجاد بکنه باید جابجا بشه. خب این هم خلاصه ای از پارتیکل سیستم در نرم افزار آیکلون.